با سلام، با تاریخ مسیحیت قسمت 28 در خدمتتون هستم. فرانسه و کلیسای صحرا. ترور هنری 4 شاه فرانسه توسط یک کاتولیک متعصب که تغییر دین هنری از پروتستان به کاتولیک را باور نکرده بود، موجی از بی‌اعتمادی در میان پروتستان‌های فرانسه معروف به هوگانات‌ها به وجود آورد. به نظر پروتستان های فرانسه، اکنون که پادشاه هنری کشته شده بود، کاتولیک ها به پیمان صلح او پایبند نخواهند ماند، لذا با شک و بی‌اعتمادی در انتظار وقایع بعدی بودند. هرچند که هنری برای رسیدن به پادشاهی فرانسه پروتستان بودن خود را کتمان کرده بود، اما در دوران حکومتش پروتستان ها را از یاد نبرده و همواره با آنها نیکی کرده بود. او با فرمان معروف به فرمان نانس در 13 آوریل 1598 شهرهایی را که تا سال 1597 در جنگ های مذهبی داخلی در فرانسه به دست پروتستان ها افتاده بود به آنها واگذار کرد و بدین ترتیب امنیت پروتستان های فرانسه را تثبیت نمود. همچنین آنها را آزاد گذاشت تا در سر تا سر فرانسه بجز پاریس اجازه عبادت در اماکن خود را داشته باشند. بعد از مرگ او، پروتستان ها نگران آغاز مجدد جنگ های داخلی بودند و با بدبینی به زندگی ادامه می دادند. پس از هنری 4 پادشاهی به پسر 8 او لوی 13 رسید. مادر او ماری دو مدیسی به عنوان نایب السلطنه او شروع به حکومت کرد. ماری برای جلب اعتماد پروتستان های فرانسه و برقراری آرامش، فرمان ناتس را که هنری 4 صادر کرده بود مجدداً معتبر اعلام کرده و مورد تایید قرار داد. پروتستان های فرانسه نیز در کنگره رسمی وفاداری خود را به پادشاه جدید لوی 13 اعلام نمودند. ماری مادر پادشاه و نایب السلطنه برای اداره حکومت از یک گروه کاردینال های ایتالیایی کلیسای روم به عنوان مشاور استفاده می کرد. در اینجا دو مشکل اساسی وجود داشت. اول آنکه این مشاوران کاتولیک ایتالیایی جامعه فرانسه را خوب نمی شناختند و دوم آنکه سختی ها، جنگ ها و خونریزی هایی را که فرانسویان برای آزادی مذهب در فرانسه پشت سر گذاشته بودند را حس نمی کردند. این کاردینال ها از نظر سازمانی و تشکیلاتی جزو مجلس پادشاهان شعبه اسپانیا بودند. این مجلس پادشاهان که با نام خانه هابسبرگ شناخته می شد بسیار پرقدرت و با نفوذ بوده و پادشاهان و امپراتورها در اروپا را تعیین نموده و از آنها حمایت می کرد. خانه هابسبرگ از نظر ایدئولوژیک کاتولیک متعصب، انعطاف ناپذیر و پیرو مکتب فلسفی حکومت مطلقه ابسولوتیسم بود. پادشاه جوان لوی 13 با آن شاهزاده اسپانیا و خواهرش با پادشاه آینده اسپانیا فیلیپ 4 ازدواج کردند. اسپانیا کشوری یک پارچه کاتولیک بود. تمام این وقایع موجب شده بود که پروتستان های فرانسه احساس ناامنی کنند. آنها در آن سالها چند بار اقدام به شورش نیز نمودند که البته برایشان هیچ سودی نداشت جز اینکه تعدادی از استحکامات خود در فرانسه را از دست داده و چند تن از رهبران آنها نیز در این شورش ها کشته شدند. با نزدیک شدن به سال 1622 نایب السلطنه دیگر قدرت خود را از دست می داد و پادشاه رفتن حکومت را به دست می گرفت.
در این دوران یکی از کاردینال های مشاور لیاقت بسیار از خود نشان داده و توانسته بود اعتماد کامل پادشاه را جلب نماید. او کاردینال آرماندو ریچلیو بود. وقتی پادشاه لویی 13 به تخت نشست، به عنوان مشاور عالی او در دربار شروع به خدمت نمود. آرماندو سیاستمداری بسیار ورزیده، هوشیار و زیرک بود. او اعتقاد مذهبی خود را در کار حکومت دخالت نمیداد. هدف او در کارش ارتقای اقتدار تاج و تخت پادشاه و وظیفه حکومتی خودش بود. او ضمن این که از نظر سازمانی و تشکیلاتی با مجلس پادشاهان یا خانه هابسبرگ در اسپانیا مرتبط بود، اما زمانی که پای منافع پادشاه و قدرت حکومتی خودش در میان بود، در انجام وظیفه خود بسیار امین بود و مصلحت پادشاه و تاج و تخت فرانسه را در نظر می گرفت. پادشاه فرانسه از خاندان بوربون ها بود. بوربون ها بر پادشاهی ناوار سلطنت می کردند و به پروتستان تمایل داشتند. لذا مجلس پادشاهان شعبه اسپانیا و امپراتوری روم مقدس که کاتولیک های متعصبی بودند، بوربون ها را دشمن خود می دانستند. کاردینال آرماندو به خوبی می دانست که دشمن اصلی پادشاه فرانسه مجلس پادشاهان یا خانه هابسبرگ و امپراتور روم مقدس هستند. لذا با وجود اینکه خود به سازمان آنها تعلق داشت و یک کاردینال کاتولیک بود، اما جانب امانتداری را رعایت کرده و مواضعی را انتخاب می کرد که در راستای حفظ منافع پادشاهی فرانسه و شغل خود وی به عنوان مشاور عالی بود. در ادامه همین رویه بود که او در جنگ پروتستان ها بر علیه امپراتور در آلمان مخفیانه به پروتستان های آلمان کمک مالی میکرد، زیرا تضعیف امپراتور روم مقدس و مجلس پادشاهان در اسپانیا را به نفع پادشاه فرانسه میدانست. اما همین کاردینال در کشور فرانسه پروتستان های فرانسوی را مانند یک قده زائد در بدن فرانسه می دانست و خواهان این بود که آنها را خلع سلاح کنند. از نظر او آنها ضمن این که خود را وفادار به پادشاه اعلام کرده بودند، اما وقتی با فرامین وی موافق نبودند، بر علیه پادشاه شورش می کردند. لذا به عنوان یک سیاستمدار قدرتگرا و طرفدار حکومت مطلقه، خواهان خلع سلاح پروتستان ها در فرانسه بود. مشکل آرماندو این نبود که هوگونات ها پروتستان و از نظر کاتولیک ها مرتد بودند. مشکل وی این بود که پادشاه پیشین هنری 4 شهرهایی را در اختیار آنها گذاشته بود که موجب می شد پروتستان ها با داشتن استحکامات بتوانند هرگاه که بخواهند دست به شورش زده و در مقابل حکومت و سلطنت فرانسه بایستند. این با سیستم حکومت مطلقه که او و پادشاه مد نظر داشتند و به آن معتقد بودند مغایرت داشت. بنابراین حکومت با ارتش خود برای خلع سلاح نمودن پروتستان های فرانسه، بزرگترین و مهمترین شهر آنها به نام لاروشل را به محاصره درآورد. این محاصره 1 به طول انجامید و در این مدت دفاع شجاعانه هوگونات ها از شهر توانست از ورود سپاه دولتی به شهر جلوگیری کند. سرانجام زمانی که فقط 1500 نفر زن و بیمار که قادر به جنگ نبودن باقی ماند، شهر تسلیم شد. کاتولیکا سنگرهای شهر را ویران نموده و در تمام کلیساهای شهر مراسم عشای ربانی عمومی به سبک کاتولیکا برپا کردند. سایر شهرهای پروتستان نشین که از این وقایع آگاه شده بودند، خود را مسلح کرده و جنگی را بر علیه پادشاه آغاز کردند.
اما هیچ کدام از آن شهرها قادر به مقاومت در برابر ارتش پادشاه نبوده و به دست دولت مرکزی سقوط کرده و همگی نابود شدن. نظر آرماندو نابودی پروتستان ها به عنوان یک مذهب یا اینکه چرا به سبک خود عبادت می کنند نبود. او با استقلال نظامی آنها مخالف بود و آن را از بین برد و دیگر به پیگیری برای نابودی پروتستان ها ادامه نداد. بنابراین پس از نابودی سنگرها و تجهیزات نظامی آنها در سال 1629 فرمانی صادر کرده و پروتستان ها را در عبادت مذهبی و اجتماعی خود آزاد گذاشت. لذا هوگونات ها بدون شهرها و تجهیزات نظامی خود دیگر قادر به شورش نظامی نبودند تا خطری برای تمامیت ارضی و اقتدار پادشاه و اقتصاد فرانسه باشند. لذا کارلینو آرماندو بعد از اینکه نیروی نظامی پروتستان های فرانسه را از میان برد، آنها را رها کرد و انرژی خود را برای مقابله با خانه هابسبرگ یا مجلس پادشاهان در اسپانیا متمرکز کرد، زیرا آنها را دشمن اصلی و قدرتمند پادشاه فرانسه می دانست. بدین ترتیب در آخرین سال خدمت او زندگی پروتستان های فرانسه در آرامش نسبی سپری گردید. آرماندو در سال 1642 از دنیا رفت و یک سال پس از آن پادشاه لویی 13 نیز چشم از جهان فرو بست و پسر او لویی 14 که فقط 5 داشت صاحب تاج و تخت فرانسه شد. مادرش آن استریا نایب السلطنه او گردید و کاردینال جولیوس مازارین را که همکار و دستیار کاردینال آرماندو بود به جای وی مسئول حکومت نمود. کاردینال جولیوس همان سیاست‌های آرماندو را ادامه داد. در نتیجه برای چندین دهه پروتستان‌های فرانسه از آزادی نسبی مذهبی و اجتماعی برخوردار بودند و تعدادشان افزایش یافت. البته در این مدت چندین توطئه بر علیه پادشاه صورت گرفت، اما پروتستان‌ها دخالتی در آنها نداشتند. بنابراین اعتماد دو طرف به یکدیگر باعث شد که تعداد پروتستان ها چه در بین کشاورزان و اشراف در خارج از شهرها و چه در میان اقشار مرفه و تحصیل کرده در داخل شهرها افزایش یابد. در شهرهای بزرگ روشنفکران هوگونات در مجالس و سالن های معروف در کنار روشنفکران کاتولیک با آزادی و احترام شرکت می‌کردند. وقتی کاردینال مازارین درگذشت، پادشاه لویی 14 23 بود و دیگر کسی را جانشین کاردینال مشاور نکرد و اداره کشور را به طور مستقل به دست گرفت. او لقب خورشید شاه را برای خود برگزید و اجازه نمیداد کسی بر او سایه بیاندازد. همین روحیه او باعث شد در مقابل دخالت‌های پاپ در امور فرانسه بایستد و برخلاف خواست او آزادی کلیسای گالیکن را اعلام کند. در آن زمان به فرانسوی‌ها گالیکن می‌گفتند. همچنین از آنجا که او یک معتقد به حکومت مطلقه بود، حضور پروتستان ها در فرانسه را تاب نیاورد و تصمیم گرفت آنها را نابود کند. او برای یک پارچه کردن مذهب کشور از شیوه های گوناگونی استفاده کرد. در ابتدا به کشیشان و غیر روحانیون پروتستان که تغییر مذهبشان از پروتستان به کاتولیک ممکن بود آنها را با ضرر مالی مواجه کند، پیشنهاد پرداخت پول داد. این شیوه چندان موفق نبود. وی که شاه جنگجوی بود همواره فرانسه را درگیر جنگ می‌کرد، اما در برهه‌ای از زمان که فرانسه
درگیر جنگی نبود، او از ارتش خود و اعمال زور برای تبدیل مذهب پروتستان ها به کاتولیک استفاده کرد و با بکارگیری روش های خشونت آمیز پروتستان ها را مجبور میکرد تا عقیده خود را تغییر دهند. این شیوه با موفقیت های روبرو شد و در بعضی از مناطق ده ها هزار نفر با زور اسلحه و خشونت مذهب خود را از پروتستان به کاتولیک تغییر دادند. سرانجام در سال 1685 لویی 14 با صدور فرمانی معروف به فرمان فانتنبلو، فرمان ناتس را لغو کرده و مذهب پروتستان را در فرانسه ممنوع اعلام نمود. ممنوعیت پروتستان در فرانسه منجر به موج عظیم مهاجرت گردید. هوگونات‌های بسیاری خاک فرانسه را ترک کردند و به سوی مناطق سوئیس، آلمان، انگلیس، هلند و آمریکای شمالی به راه افتادند و از آنجا که بسیاری از آنها صنعتگر و تاجر بودند، خروج دست جمعی آنها فرانسه را دچار بحران اقتصادی کرد. این بحران اقتصادی فرانسه را آنچنان آزار داد که بسیاری از مورخین و محققین انقلاب کبیر فرانسه را از نتایج فرمان فانتنبلو می دانند. از نظر دولت فرانسه دیگر پروتستانی در این کشور باقی نمانده بود، اما در عمل اکثر افرادی که به زور اسلحه و خشونت مذهب خود را کتمان کرده بودند، پشیمان از کرده خود به طور مخفی دور هم جمع شده عبادت می کردن، نان پاره کرده و در مراسم عشای ربانی شرکت نموده و اعتراف می کردن. این گردهمایی ها روح شکسته آنها را تسکین می داد و از آنجا که دیگر کلیسایی نداشتن، به صورت پنهانی در گروه های کوچک در صحراها و جنگلها گرد آمده و به عبادت می پرداختن. آنها خود را مسیحیان صحرا می نامیدند. این گرده همایی ها بسیار مخفیانه صورت می گرفت، ولی چنانچه نیروهای دولتی از این تجمعات آگاه می شدند، با کمین کردن آنها را دستگیر کرده، کشیش را شهید کرده، مردان را برای بیگاری به عنوان برده به کشتی های بادبانی می فرستادند، زنها را به حبس ابد محکوم می کردند و کودکانشان را به خانه های کاتولیک، به خانواده های کاتولیک می سپردند تا با مذهب کاتولیک پرورش یابند. اما علی‌رغم این فشارها، پروتستان های فرانسه ریشه‌کن نشدند. از آنجا که همیشه در نهضت های زیرزمینی و محدودیت ها مسائل افراطی شکل می گیرند، جنبش مخفی پروتستان های فرانسه نیز دارای یک شاخه افراطی و رویایی شد. یک کشیش مهاجرت کرده به شهر روتردام به نام پیر جوریو، جزوه‌ای از مطالعات خود را درباره کتاب مکاشفه در عهد جدید منتشر و اعلام کرد نبوت‌های او به حقیقت پیوسته‌اند و مدعی شد که آخر زمان نزدیک است و پیروزی پروتستان ها در سال 1689 روی خواهد داد. بسیاری از پروتستان های فرانسه که در روستاها زندگی می کردند، گفته های او را باور نموده و در فعالیت های مذهبی خود بسیار بیپروا عمل می کردند و همین موضوع باعث شد تا بسیاری از آنها به دست نیروهای دولتی کشته شده و یا به کار اجباری و زندان‌های ابد فرستاده شوند و کودکانشان به خدمت خانواده‌های کاتولیک درآیند. البته پس از این به اصطلاح نبی از شهر روتردام، اعلام نبوت‌های دیگری نیز توسط دیگر نبی‌ها از راه رسید و بازار رویاها، نبوت‌ها و مکاشفه‌ها داغ شد. عبادت حالت پر سر و صدا به خود گرفت و عبادت کنندگان که در آگاهی از کلام خدا ضعیف بودند،
با موعظه‌هایی که برایشان میشد از حال طبیعی خود خارج شده و از آنجا که باور میکردند خدا به یاری آنها خواهد آمد بی‌پروا میشدند. برخی ادعا میکردند صداهایی میشنوند و بعضی دیگر در حالت خلسه تکلم میکردند و همه اینها باعث میشد نیروهای حکومتی آنها را به سادگی شناسایی کرده و با شکنجه وادارشان کنند که از باور و اعتقاد خود برگردند. آنها تحت شکنجه و با تهدید باید جمله معروف من مجدداً میپیوندم را تکرار نموده و بدین ترتیب بازگشت خود به کلیسای کاتولیک را اعلام میکردند. نکته قابل توجه این بود که فقط عده کمی از آنها بودند که از تکرار این جمله خودداری نموده و ایمان خود را کتمان نمی‌کردند. سرانجام دوره این نبوت‌های بی اساس نیز به پایان رسید و پروتستان‌ها با به دست گرفتن اسلحه به مبارزه مسلحانه روی آوردند، با این تفاوت که این گروه پروتستان‌ها را اشراف و تحصیل کردگان شهری تشکیل نمی دادن، بلکه اکثرا افرادی روستایی و دهقان بودند. آنها در فصول کشاورزی در مزارع کار می کردن و زمانی که برداشت محصول به پایان می رسید اسلحه های خود را بر می داشتن و به جنگ های پارتیزانی با نیروهای حکومتی و نظامیان می پرداختن. آنها قبل از اینکه به جنگ بروند کلام خدا را می‌خواندند و در میدان جنگ نیز سرودهایی از کتاب مزامیر را نجوا می‌کردند. هرچند که گروه‌های کوچکی بودند و هیچگاه تعداد آنها به بیش از چند صد نفر نمی‌رسید، اما یک ارتش 25,000 نفری را کاملاً مشغول نگاه می‌داشتند. این گروه‌ها به نام شبیخون زنان معروف شدند و از آنجا که ارتش منظم پادشاهی قادر به نبرد با این پارتیزان‌های پروتستان نبود، از سیاست محو مناطق عملیاتی استفاده می‌کرد. در نتیجه این عملیات بیش از 500 دهکده و روستا با خاک یکسان شدند. البته این تاکتیک ارتش نیز کار به جایی نبرد و فعالیت پارتیزان ها را متوقف نکرد. برعکس، افرادی که خانه هایشان توسط ارتش ویران می شد به پارتیزان ها می پیوستند. در برخی از مناطق دولت با دادن وعده هایی که البته به آنها عمل نمی کرد باعث می شد از شدت عملیات کمی کاسته شود. اما این نبردها تا سال 1709 و تا زمانی که آخرین رهبران گروه شبیخون زنان دستگیر و اعدام شدند ادامه داشت. مبارزه پروتستان های فرانسه به عنوان یک نبرد افسانه‌ای در میان پروتستان های سایر مناطق اروپا دهان به دهان می‌گشت و شجاعت آنها تحسین می‌شد. اما هیچ کس هرگز به آنها یاری نرساند و سرانجام وقتی که در سال 1710 انگلستان تصمیم به کمک گرفت دیگر دیر شده بود. در همین زمان گروه جدیدی از پروتستان های فرانسوی وارد صحنه شدند. این گروه معتقد به رویا و نبوت نبودند، هرچند که هیچ کدام از آن رویاها و نبوت‌های اعلام شده نیز به حقیقت منجر نشده بود. آنها به کتاب‌های مکاشفه‌ای در کلام اعتقاد داشتند، اما سعی نمی‌کردند از طریق آنها سناریو نویسی و اعلام نبوت کنند. برعکس، روش آنها مراجعه به کلام و تفسیر روشن از آیات کتاب بود و نه اینکه از خود داستان پردازی کنند. معروف‌ترین رهبر این گروه کشیشی به نام آنتوان کورت بود که در سال 1715 اولین کنگره کلیسای اصلاح شده فرانسه The French Reformed Church را برپا نمود.
او به کلیسا پیشنهاد کرد از مقامات کشوری باید در تمام موارد تبعیت کرد، مگر اینکه خواست آنها بر خلاف کلام باشد، و این پیشنهاد پایه مقرراتی کلیسای آنها شد. 10 روز پس از برگزاری کنگره آنها، پادشاه لویی 14 از دنیا رفت و نتیجه 5 او لویی 15 صاحب تاج و تخت وی شد. اما مرگ خورشیدشاه نیز پایان اذیت و آزار پروتستان های فرانسه نبود و دولت نایب السلطنه فیلیپ دو اورلیان به سیاست های مذهبی لویی 14 ادامه داد. علی‌رغم این آزارها، کشیش کورت و سایر پروتستان های پیرو او به مدارا و اطاعت از مقامات دولتی ادامه دادند. آنها در سال 1726 یک دانشگاه الهیات در شهر لوزان سوئیس برپا کردند. فرانسویانی که برای کار در کلیسا موعظه و کشیش شدن اظهار تمایل می‌کردند، برای تحصیلات به این دانشگاه اعزام می‌شدند و بدین ترتیب کلیسای اصلاح شده فرانسه، The French Reformed Church، دارای یک کادر تحصیل کرده در کلام و الهیات شد. در سال 1729 کورت به سوئیس مهاجرت کرد و در این دانشگاه به تربیت دانشجویان فرانسوی پرداخت و البته به طور مرتب برای تحکیم و تشویق کلیسا به فرانسه سفر میکرد. وقتی آنتوان کورت در سال 1767 و در سن 83 سالگی از دنیا میرفت، کلیسای او و پروتستان های فرانسه مجدداً دارای ریشه های قوی در کلام شده بودند. اما آزار به کلیسا و اعدام کشیشان ادامه داشت. سرانجام پس از مرگ لویی 15 و به روی کار آمدن لویی 16 در سال 1787 قانون آزادی مذاهب به تصویب رسید. قابل ذکر است که در تمام این سالها که کلیسای اصلاح شده فرانسه The French Reformed Church فعالیت می‌کرد، هزاران پروتستان فرانسوی عضو کلیسا اسیر شده و به بیگاری فرستاده شدند و همسران آنها به زندان‌های ابد گرفتار و کشیشان آنها اعدام شدند. اما تنها 2 و عده‌ای انگشت شمار از آنها برای نجات خود جمله معروف من مجدداً میپیوندم را به عنوان توبه و کتمان مرام پروتستان خود تکرار کردند و بقیه در ایمان خود استوار ماندند تا در نهایت مکتب پروتستان در فرانسه آزاد شد و این کشور دیگر درگیر جنگ داخلی مذهبی نشد. به پایان این قسمت رسیدیم. ممنون از توجه شما. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.